ما باید یه بحث‌های اساسی راجع به وحدت جهان اسلام بکنیم، محققانه آکادمیک، که ما چه ضررهایی از این تفرقه‌ها داریم می‌بینیم، به چه منافعی رو داریم از دست میدیم، به چه خطرهایی رو داریم متوجه دنیای اسلام میکنیم. بسیار مهمه این کار. دنیای اسلام الان بدترین وضعش رو در تاریخ داره، یعنی کشورهای اسلامی مخصوصا منطقه ما. تفرقه به حدی رسیده که افرادی اونقدر به خونه یکدیگر تشنه شدن که جان خودشون رو هم در این راه حاضرن از دست بدن. یک گروه پیدا شدن به دنبال تعلیمات عبدالوهاب که وهابی بهشون میگن، اینها تکفیری الان نامیده میشن، یعنی بقیه رو کافر میدونن. و خب حالا کافر هم که دنیا کم نیست، ولی اینجا محدور و دم میدونن، برای خودشون وظیفه میدونن که برن اینا رو بکشن اگر دستشون برسه. الان چقدرن طالبان اینجا؟ بیخ گوش ماست. داعش الان اومده بیخ گوش ما. القاعده در سراسر دنیا این فتنه رو برده، همه جا الان خیلی جا هستن که هنوز بروز نکردن، گاهی پیدا میشن و موقع بروزشون میرسه. در لب اقیانوس اطلس، آخرین منطقه اسلامی ما، اونجا بوکو حرام، من نمیدونم اینا از کجا در اومدن، آدمایی پیدا شدن که دائما دارن انفجار و آدم کشی. یه دفعه دیدید دیگه 200 نفر، حدود 200 نفر دختر و مدرسه رو برداشتن بردن، الان ما هاست که اونجا اسیرن. حالا افتخار میکنن که اینا رو هدایت کردن و باشون ازدواج کردن، الان مسلمون شدن. حالا مسلمون هستن که نبودن، مسلمون شدن باشون ازدواج کردن. این چه مسلمونیه؟ این چه دینیه؟ کجایه؟ چه مبدعی برای این پیدا میکنیم که خود اینا رو، کشور خودشون رو اینجور کردن؟ این کشور نفتخیز مهم علیه مردم بسیار فقیر و جاهل که چنین چیزهایی درش رشد میکنه، به گونه ای در کشورها ایجاد وحشت میکنن که دولتها هم جرأت نمیکنن کارهایی که میخوان انجام بدن درست انجام بدن. مثل مغول وارد میشن به یک شهر، همه چیز رو منهدم میکنن، خودشون میمونن، البته رفتاری میکنن که مردم شهر رو هم بعدا متنفر میکنن، با خودشون به هم میریزن. یک سوم خاک عراق رو در ظرف چند روز گرفتن، یک سوم خاک سوریه رو الان دستشونه، یعنی اینا از این منطقه سامر تا حلب این منطقه و از مرز ترکیه تا خیلی از نقاط جنوب به قول خودشون تا مرز عربستان در یه نقاطی الان شده کشور داعش، کشور اسلامی اینها. ولی اینا که کشورداری بلند نیستن که از مردم میخوان، از مدیران به اسیها میخوان اداره کنن، ولی کم کم که رفتار میکنن یه دفعه تصمیم میگیرن برای خانمهاشون باید مثلا ختنه بشن، یک جور تصمیم میگیرن باید چه کار بکنیم. یه روز یک تصمیمات عجیب غریبی که اینا میگیرن، جلو ازدواج ها رو میگیرن در یه سنی، خیلی اینها عقب مونده و متحجر هستن، از عصر حجر هم رفتن عقبتر، واقعا این وحشی های هستن به نام اسلام، دولت اسلامی. غربی ها هم این رو مطرح میکنن به خاطر اینکه میخوان بگن اسلام اینه.